فضا، میراث مشترک بشریت و موهبتی الهی. شناختش از دیرباز دغدغه مشترک همه انسان‌ها بوده و هر قوم و ملتی به حد بضاعت در شناخت آن کوشیدند. و اینک هفته جهانی فضا. از سال 2000 سازمان ملل متحد 4 تا 10 اکتبر 12 تا 18 مهر رو به نام فضا نامگذاری کرد تا مردم و به ویژه نوجوانان با اهمیت این محیط بیشتر آشنا بشن. ایران حالا 9 کشور دارای فناوری ساخت و پرتاب ماهواره و بهره برداری از فضای ماورای جو هست. ماهواره ظفر، ماهواره طلوع و ماهواره پارس، اینها ماهواره‌هایی هستش که انشالله حامل‌های سنگین‌تر انشالله وقتی وارد خدمت بشن پرتاب خواهیم داشت. در زمینه ماهواره‌های مخابراتی هم همونطور که اشاره کردم هم بحث تأمین ماهواره داریم، هم بحث ساخت و بومی‌سازی ماهواره‌های مخابراتی رو در دست برنامه‌های خودمون داریم. در حوزه فضا ما پیش‌بینیمون اینه که اول اینکه در واقع یک سازمان یک پارچه وجود داشته باشه، قوی بتونه در حوزه فضایی نقش آفرینی بکنه در عرصه منطقه. ما الان در موقعیت ممتاز و برتر هستیم، باید این مقام رو حفظ بکنیم. ایران با ایجاد مرکز فضایی البرز و چند سایت دیگه بهره برداری های مختلفی از فناوری فضایی و ماهواره‌ای میکنه، از کشاورزی و هواشناسی و کنترل وضعیت آبهای مرزی گرفته تا کاربری‌های مخابراتی. با تدابیر نظام این کاربری‌ها در آینده گسترش بیشتری هم پیدا می‌کنه. نگاه کاربردی‌تر به موضوع فضا و استفاده از علم و فناوری فضایی در تسریع امر توسعه متوازن کشور دارای اولویت بیشتر است. فناوری فضایی ایران در اوج تحریم‌ها با سرعت در حال رشد بوده. الگوی فناوری فضایی ایران به عنوان 5 قدرت نوظهور فضایی جهان، نه مبتنی بر خارج، که الگویی داخلی و با تکیه به جوانان و دانشمندان کشورمان بوده. مهدی صادقی، خبر جام جم.